چیکن سخاری چند نوع آماده میشه؟ امروز یک نوع دیگه شبرتان آماده میکنم که شما هم کوشش کنین این غذا را حتما آماده کنین. به این ترتیب ریزه میکنیم و هر قدر ریزه ریزه شوه مقدر خوب است. در ابتدا امرای ملاقه بسیار راحتر مخلوط بشه، اگر نشد دوباره امرای دستان را میتونین مخلوط کنین و یک مقدار آرد سخاری را بیشتر شبه اضافه کرده بودم. امرای گوشت یک جای به نام خدا برز سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به برنامه خودتان، برنامه پخت و پز. و امروز ماشی رحمت بر شما یک غذای خوشمزه و خوشتم آماده میکنم با امید از اینکه شما هم کوشش کنین آماده کنین نوشجان کنین. چیکن سخاری چند نوع آماده میشه؟ امروز یک نوع دیگه شبرتان آماده میکنم که شما هم کوشش کنین این غذا را حتما آماده کنین. بسیار خوشمزه و خوشتم است. اکثر دوستای ما گفتن که برام یک چیکن سخاری آماده کن، با امید از اینکه شما هم این غذا را آماده کنین. ببین که اولتر مواد لازمه را ببینیم، بعد از مواد لازمه ببینیم بعد از او کدام کارا را انجام بدیم. گوشت 1 کیلو، بانجارمی گشنیز به مقدار لازم، آرد سخاری 1 گیلاس، سرکه به مقدار لازم، پیاز 1 دانه، تخم مرغ 2 عدد، سیر به مقدار لازم، نمک و مسالجات به مقدار لازم استفاده میشه. گشنیز بسیار یک طعم خوب داره و همیشه وقت غذای ما را خوشمزه و خوشخور میسازه. قسمت های ساقایش هم یک ذره خوب ریزه میکنیم. وقتی که همراه گوشتی مخلوط میشه ریزه ریزه باشه همه قدر خوبتر و خوشمزه تر میه. به این ترتیب ریزه میکنیم و بانجارمی را که شما میبینین تقریبا او هم بسیار باید ریزه ریزه شوه. اگر کلانتر بود باز یک ذره طعم خوبه نمیداشته باشه. و اکثر دوستای ما در چیکن سخاری البته از بانجارمی استفاده نمیکنن، اما کوشش کنین یک دانه یا دو دانه خرد باشه استفاده کنین، برای طعمش بسیار خوب است، غذایتان خوشمزه و خوشخور میسازه. به این ترتیب یک بار دیگه را ریزه میکنیم، اضافهش میکنیم امرای مواد قبلی. آستاست دیگه بخیر. میریم ترتیب موادش که تکمیل شد بعد از این اینه باز مخلوط میکنیم. دوستای عزیز قسمت را خوب جمع میکنیم کشنجه و آل یک کمک بانجارمی را میگیریم و بانجارمی را باید ریزه کنیم تا بتانیم یک غذای خوشمزه و خوشخور آماده کنیم. شما هم کوشش کنین و روغن هم اگر زیادتر باشد دوباره میتونیم در دیگه غذا هم رو استفاده کنیم، فرق نمیکنه. روغن هم ما اضافه کردیم در کرایی، اما قدر روغن زیاد نیست، میخوایم باز کمک دیگه هم زیاد شد تا خوب میتونه خوشخور و خوشمزه آماده شود. دوستا گشنیز رو خوب جمع میکنیم و آل چه خوب است که بانجارمی رو بگیریم و بانجارمی به این ترتیب ریزه میکنیم و هر قدر ریزه ریزه شود هم قدر خوب است. و کسایی که در خانه ماشین گوشت دارن و میتونن یک مقدار خود بانجارمی رو امروی گوشت هم ماشین کنن. دوباره آبش که من دور کردم و این ترتیب شما هم میتونن آبش رو باز دور کنین، راحت تر آماده میشه. اما من خواستم که در برنامه براتون ریزش کنم. به این اندازه اگر ریزه کرده تونستین ریزه ریزه فرق نمیکنه، چرا که در وقتی که میکس میکنیم امروی گوشت و مسالجات و ترکاری یک اضافه میشه باز یک طعم خوب هم داشته باشه. یک بار دیگر خوب ریزش میکنیم و اضافهش میکنیم در کاسه. به می اندازه کفایت میکنه. یک عدد دیگه شکست کنم ریزه نمیکنیم بخاطر از که زیاد نشه با ما اندازه باشه بسیار خوب است. سیره میگیریم یک دو دندانش اضافه میکنیم چرا زیاد نشه و در پالیش پیازم یک مقدار ریزه میکنیم. پیاز همیشه وقت اگر در گوشت یک ذره زیاد هم شد خوشمزه تر میشه. وقتی که شما چیکن سخاری جور میکنین در بازار هم اگر شما خورده باشین پیازش یک مقدار زیادتر است. پیاز هم میگیریم همین اندازه پیاز هم میگیریم و در ابتدا سیر ریزه میکنیم خوب شکل خلال شود دوباره باز میتونید راحت تر ریزه کنیم. و سیر هم همیشه وقت برای پوکی استوغان و
بسیار خوب است، برای دردهای عضلان بسیار خوب است. دوستای ما در زمستان زیادتر از سیر استفاده کنند. خوب بریزن ریزش میکنیم. و آرد و سخاری کسایی که در خانه نتانستن که پیدا کنن و در جای دور هستن یا در دور هستن از شهر، مثلا در اطراف یک ذره مشکل از آرد و سخاری پیدا شد، در اسفالی های کابل هم حتی پیدا نمیشه، خود در یک شهر کابل زیادتر از در ولایت هایی که در بین شهر زندگی میکنن مثلا ما هستن، و باز میتونن اگر نان خشکه بگیرن خوش کنن، بعد از او میتونه آرد سخاری جور کنن در میکسر پرتن، کاملا آرد سخاری جور میشه. اما یک چیز دیگه است که طعم شکلی رو باز فرق میکنه، بهتر است که از نندازیم، خوب است یک مقدارش از نان خشک استفاده کنیم. خوب است اکثر دوستان وقتی که آماده میکنن میگن که ما آرد سخاری نداریم، بعد از وقفه برمیگرد. بایدامی برنامه خوش آمد دوستا و آل استاستا بخیر. ظرف های اضافه رو جمع کردیم و یک مقدار روغن دیگه هم در کرای زیاد کردم، حراتش هم روشن کردیم. چی خوب است که استاستا روغن گرم به آماده شوه، همیشه وقت باید پیش از پیش آمادگی خود بگیریم. یک کاسی کلان رو گرفتم، چرا در این کاسه باز مخلوط کردنش یک مقدار مشکل میشد. و پیاز ریزه میکنیم، پیاز هر قدر باریکتر ریزه کنیم، دوباره خوب ریزه ریزه میشه و امرای گوشت خوب مخلوط میشه. دوستا به این اندازه ریزش میکنیم، ببینید بسیار راحت ریزه میشه. و پیاز همیشه وقت کوشش کنید که یک مقدار زیادتر پرتید، من دیدم پیازش بیشتر بود و مخاطر نیم عددش استفاده کردم، و شما هم کوشش کنید نیم عدده، اگر پیاز در ابتدا زیاد کرده بودین نیم عدده ریزه ریزه کنید، وقتی که دیگه مخلوط میکنید بسیار خوبتر و مقبولتر دیده میشه دوستا. و حالا دیگه آستاستا نوبت ازی رسید که بخیر غذا خوب میکس کنیم و بعد روغن سرخش کنیم. شما هم بیننده باشین، میبینین طرز تهیه دیگه شه که دیگه کدام کارا را انجام میتیم. کاسی کلان میاریم، اضافه میکنیم دوستا موادایی که ریزه شده در کاسی کلان، مساله، چهار مساله، زردچوبه و تخم گشنیز ثابتش گرفتیم، به خاطر از این طعم بسیار خوب میده غذاره و همیشه وقت کوشش کنین از ثابتش استفاده کنین. تخم ثابت گشنیز است و نمک به مقدار لازم اضافه میشه. و رسیدیم به آخرین موادی که اضافه میشه، البته تخم مرغ اضافه میکنیم. دو عدد تخم مرغ کاملا کفایت میکنه، بیشتر از این نیاز نیست دوستا. یک قاشق هم سرکه اضافه میکنیم و حال خوب مخلوطش میکنیم. و همیشه وقت که به غذا رو ما شما مخلوط میکنیم، در ابتدا امرای ملاقه بسیار راحتتر مخلوط میشه، اگر نشد دوباره امرای دستان رو میتونین مخلوط کنین. در ابتدا یک مشکل هم میداشته باشه، بعد از دیگه استرستا مشکلتان برطرف میشه دوستا. و آله چی خوب است که این در یک قسمت باریم نزدیکتر باشه و سخاری را نزدیک ما میاریم. آستاستا دیگه بخیر دیگه سرخ میکنیم و یک قاب دیگه اینجا است، ده اضافهش باز میکنیم، حرارت بیشتر میکنیم. خوب دیگه روغن داغ شد، بعد از او اضافهش میکنیم. آستاستا بخیر اضافه میشه، یک مقدار روغن را میگیریم، دست ما رو چرب میکنیم تا راحت تر باز بتونیم این آماده کنیم. این دو سه قاشق روغن اضافه میکنیم. آستاستا همین که روغن داغ آمد اضافهش میکنیم. خرد خرد باشه بسیار خوب است. اکثر دوستای ما کوشش میکنن که بسیار کلان کلان آماده میکنن، اما بدل ما بسیار ریزه ریزه باشه بسیار خوب است. این از روغن بیرون میکنیم گوشته، ببینید دوستا دست چرب میکنیم، یک مقدار دست چرب کردیم، گوشت کمتر میچسبه با دست ما، به این اندازه گوشت که گرفتین خوب فشار میتین یک کمکی، بعد از او همراه کف دست ما اینه فشار میتین، قسمت هایشان یکسان میسازیم. در آرد سخاری یک بار که اضافهش کردیم دوباره نیاز نیست که زیادتر جذبه
گوش شود. به اینمی اندازه بسیار خوب است. و اوارش میکنیم یکم داره، اضافهش میکنیم در روغن. آستاستا سرخ میشه، به اینمی ترتیب کلشه، دیگه بخیر آماده میکنیم. و به یک اندازه باشه بسیار خوب است، مقبولتر معلوم میشه، خوبتر معلوم میشه. و وقتی که پختهش هم کنین بسیار یک طعم خوبه میداشته باشه دوستا. اینه به اینم ترتیب کلشه اضافه میکنیم. و وقتی که دیدین که دوستان کم چرب شد، دوباره میتونین یکم اگه دوستان چرب کنین تا راحت تر تیز تیز بتونین این رو آماده کنین. و و تا روغن زیادتر داغ نشه کلش یک سال پخته شوه. و قسمی که شما دیدین یک مقدار آرد سخاری را بیشتر شبه اضافه کرده بودم، امرای گوشت یک جای. و اکثر دوستای ما کوشش میکنن که اگر این نویش دوست نداشتن، نوی دیگه شکه برتان گفتم مثل گوشت میگیرین جوش میتین، وقتی جوش دادین بعد از او امرای آرد ترمیده و آرد سخاری یک جای بازی را مخلوط میکنین، سرخش میکنین. و متوجه میباشیم که یک سرخ شد، باز دیگه شد از روغن بیرون کنیم، را کم میکنیم. بسیار یک رنگ خوب میکشه. و قسمی که شما میبینین آستا آستا دیگه ایره سرخ میکنیم، به اینمی ترتیب خوب مغز گوشت هم پخته شود، را کم تر میمانیم. چی خوب است که با هم یک جه بریم وقتی کتا را ببینیم و دوباره برمیم. بایدامه برنامه خوش آمد دوستای عزیز. و قسمی که شما میبینین آستاستا یک مقدارش سرخ کردیم و آماده شده، با امید از اینکه شما هم بتانین یک چیکن سفاری بسیار مزدار آماده کنین و بسیار خوشمزه و آسان آماده میشه. حرارت اگر بیشتر زیاد میشه روغن داغ میشه، بکنین یک بار حرارتش کمتر کنین. اما در وقت اگر حرارتش بسیار زیاد شد روغن باز داغ شد، یک طرف همین سفاری که هست کمک سوخته وارد میشه، به اون خاطر خوب است که اجره عراد شد یک بار باز کم کنیم. یک قسمت هاشون خوب شروع میکنیم و این قسم یک کمک شارش میتیم و تا کم مغز گوشت خوب هم پخته شد و آماده شد و بسیار یک طعم خوب هم میداشته باشه، وقتی را باز شار میتیم و با امید از اینکه شما هم کوشش کنین این غذای خوشمزه را حتما آماده کنین. یک تعدادش که آماده شدید از روغن بیرون میکنیم دوستا. و قسمی که شما میبینین بسیار ساده و آسان آماده میشه، با امید از اینکه شما بیننده برنامه خودتان باشه هم روزه. و غذایی که ما براتون آماده میکنم بسیار ساده و آسان تا بتون شما راحت‌تر را آماده کنین. این مقدار دیگه شما از روغن بیرون میکنیم دوستا. و اکثر دوستای ما گفتن که برای ما فلافل تیار کن، حتما براتون فلافل هم جور میکنیم. فلافل هم بسیار غذای خوب است و بسیار دوستای ما دوست دارن، حتما براتون آماده میکنیم. بیننده برنامه خودتان باشین. یک مقدار باقی مانده که هست سیرم اضافه میکنیم و یک ذره سرد شد باز بسیار یک طعم خوب میداشته باشه دوستا. در ابتدا یک ذره گرم میباشم، وقتی یک مکس سرد شد باز نوش جان کنیم و باقی مانده هم اضافه میکنیم. به این ترتیب آستا آستا. و اما آرد سخاری را که تقریبا یک گیلاس برای شما گفتم، با می یک اندازه یک گیلاس کاملا به یک کیلو گوشت کفایت میکنه. چند دیگه هم گوشت البته مانده کیلو اضافه کنیم تا که بخیر غذای ما رو تزیین میکنیم. با مانده ایشام جور میشه و آماده میشه. قسمتاش خوب هموار میکنیم، اضافهش میکنیم. و کچپ هم گرفتیم، یک ذره برگ کاهو هم گرفتیم به خاطر تزیینش بسیار خوب است. و همیشه وقت دوستای ما اگر میخواین از هر ترکاری که شما دوست دارین غذایتان رو تزیین کنین و آمادش کنین. دو عدد دیگه هم آماده میشه. بعد از این بخیر آستا آستا آمادگی میگیریم برای تزیینش. و کسایی که برنامه رو ندیدن البته در ابتدا و میتونم که فردا تکرار برنامه ما رو ببینین و چگونه ای آماده شده طرز دهیشه خب نوت بگیرین و راحت تر میتونین آماده کنین. و دو عددش که هست این رو از روغن بیرون میکنیم دوستا.
خوب روغنش بریزه. و یک عدد دیگه مانده این رو اضافه میکنیم. یک کمک گوشت ازی کمتر است. فرق نمیکنه. این رو آلو سفالی هم نمیذاریم، اضافهش میکنیم. دستکش ها رو بخیر دور میکنیم و آشپزی ما آسته آسته تمام شد. با امید ازی که شما پوشش کنین، یک چیکن سفالی مزه دار آماده کنین، در پیسه کم میتونین در خانه این غذا رو آماده کنین. فکر کنین اگر در بازار شما هم قدر چیکن سفالی رو بخرین، شاید بیشتر از 2000 و 1000 پیسه شما مصرف شود، اما در خانه در پیسه کم میتونین رو آماده کنین. قسمی که شما دیدین بسیار وقت کم میگیره و راحت تر آماده میشه. و همیشه وقت کوشش کنید که خوبی را تکنید که آماده شود تا ملخصا مریض نشین. و روغن شام شما دید یک مقدار بیشتر روغن اضافه میشه، این نزدیکتر میاریم، مرادش کم میکنیم، یکم اکی فشار شام میتیم نمی رخم. و اما آبی که در گوشت هست میره فشار میتیم، آبش بیرون میشه و بسیار یک بین گوشت هم وسطش خوب پخته میشه، نرم میشه. چه خوب است که برگ کاهو را ریزه کنیم. و همیشه وقت شما کوشش کنین که از انواع ترکاری دوست داشتین غذایتان را تزیین کنین و نوشجان کنین. و چه خوب است که کیچپ هم در قسمت بانیم، برگ کاهو را میبانیم دوستا. و غذایی که آماده شده این رو اضافه میکنیم. قسمی که شما میبینید بسیار ساده و آسان آماده شد. یک بار شما حتما این رو آماده کنین، نوشجان کنین و بسیار یک طعم خوب داره. ما زیادتر وقت از غذا آماده کردیم و من خودم بسیار زیاد دوست دارم البته چیکن سخاری را. شما کوشش کنین که هفته یک روز این غذا را آماده کنین. کسایی که هست دوستای ما بگن که وقتی شما در زیته این غذا رو میگیرین در ابتدا از یادم میره، من همیشه وقت در اخیرم یادآور میشم. البته قسمی که در ابتدا برتون گفتم، کسایی که اکنون ما با پیوستن، یک کیلو گوشت مرغ بود، امروش یک عدد پیاز، سیر مرچ تازه ماشین شده بود، در پالیش یک مقدار پیاز دیگه و سیر اضافه کردیم، گشنیز دو عدد تخم مرغ، آرد سخاری یک گیلاس بودیم گیلاس اضافه کردیم، امروی هارد و ایرا خوب امروی مساله و نمک خوب میکسش کردیم، آماده شد. آست آست هم ایده که در روغنم سرخ میکردین، یک مقدار دستکش رو بگیرین، دستان چرب کنین و گوشت ها رو بگیرین به اندازه گلشه اضافه کرده برین. آست آست ها به این شکل دیگه سرخ میشه، اما سخاریش کمتر بگیرین. این قسمت ها میچینیم یک مقدار. و همیشه وقت بیننده برنامه خودتان باشین، ما برتون غذای متنوع خوشمزه آماده میکنیم. با امید از اینکه شما هم کوشش کنین. هر غذایی که ما آماده میکنم البته زیادتر گوش شما ای است که تا شما بتانین دوستا و راحت تر آماده کنین. و این قسمت هایش رو خود فشار میدیم. ببینیم یک طرف دیگه شما سرخ شده، دو عدد که آماده شده این از روغن بیرون میکنیم. و یک سیزگان برتون بگیم دوستا، البته امروی این هوا غذاری که ما آماده کردیم خارجی ها زیادتر از نان دبلروتی یا استفاده میکنه، ما میکنم نان خشک گرم با هم باشه میتونیم استفاده کنیم. امروی برنج هم یک ذره مشکل است چون که قرمه نداره امروی برنج رو استفاده کنیم، اما اکثر دوستای ما میل دارن وقتی که در هتل جا میرن نان خوردن کباب امروی برنج یک جای نوشجان میکنن. مطابق میلتان برنج روز داشتین نان خشک امروش نوشجان کنیم، اما نان دبلروتی ها میتونید که استفاده کنید. حرارتش دیگه خاموش میکنید، مکمل غذای ما آماده شد. یک مقدار دیگه شما میبینید که از یک کیلو گوشت بسیار زیادتر جور میشه. تقریبا ما میتونیم که 10 نفر میمان خودم با اینمی غذا سیر بسازیم. و در پالی از غذا یک دو غذای سیر غذای دیگه هم در خانه جور میکنید، آماده میکنید. و این غذا را حتما یک بار در طول هفته جور کنید، نوشجان کنید. این بود برنامه امروز ما، تا برنامه دیگر خداوند نگهدار.